امروز در شهر استانا پایتخت قزاقستان همایشی پرزیدنتان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با رهبری شورای اروپا شارل میشل صورت گرفت. دیپلمات بلندپایه اروپایی با هدف بررسی مسائل همکاری‌های سیاسی و اقتصادی در قزاقستان قرار دارد و با امام علی رحمان نیز مناسبت‌های تاجیکستان و اروپا را بررسی کرد. در ملاقات با گفته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان سرمایه‌گذاری و کمک‌ها به کشور بررسی شد. درباره نشست قبل از برنامه صحبت داشتم با شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی مرحد شریف جان که این جلسه را مشاهده میکرد و نخست از او پرسیدم تا کجا ملاقات رهبران اروپا و آسیای مرکزی در پس منظر ناآرامی ها در اوکراین میتواند مهم باشد؟ او ویزیت لیدر اروپیسکو سایوز شارل میشل اوچین важен. سفر یکی از رهبران اروپایی شارل میشل بسیار مهم است و آن همگی چند هفته بعد یک ملاقات مهمی دیگری در استانه برپا می شود که در آن رهبران چین و ترکیه اشتراک کردند که دعوای پیشوایی در منطقه را دارند. این ملاقات در پس منظری تا اندازه مفقی خود را در آسیای مرکزی از دست دادن روسیه در پی شروع جنگش علیه اوکراین صورت می گیرد. سفر شارل میشل آلاکای گفت که اتحاد اروپا جنگ در اوکراین را محکوم می کند و این پیام نه اینکه به آسیای مرکزی یا به قزاقستان است. این پیام به روسیه است که از زبان یک رهبری اروپایی از خاک یک کشور آسیای مرکزی صدا می دهد. اتحاد اروپا خواستار تقویت مفقعش در منطقه است و هم یادآوری از تحریم های ضد روسیه که ببینید باز برای از این تحریم ها فرار کردن روسیه دست به کار نشوید. سوال دیگر از مرحد شریف جان این بود که آیا امکان دارد که امام علی رحمان و صادر جابوروف رئیس جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان در باره مناقشه در مرز و راه های حل آن صحبت کنند؟ И что касается встречи Рахмона и Джапарова, я думаю, вот эта встреча гораздо более важна. Это مشکل است. اگر ملاقات رحمان و جابوروف برگزار شود، آن مهمتر از ملاقات این دو رهبر با شارل میشل خواهد بود. باید درست درک کنیم که حالا مشکل جهانی تر است و آن به آسیاب پوتین آب می ریزد. چرا من چنین می گویم؟ پوتینی که ضد اوکراین می جنگد گفته است که خطهای سرحدی بعد پاشخوری اتحاد شوروی کشیده شده نادرست هستند. آنکه او در ملاقات اخیر میانه های ماه اکتبر با جابوروف و رحمان گفت که با خریده های پیشینه کمک می کند، بیانگر آن است که نزاع به منفعت روسیه است، چون که او تجاوزش را به خاک اوکراین سفید می کند. تلاش او از بین بردن تمام خطهای کشیده شده مرزی بعد پاشخوری شوروی است و به اوکراین هجوم قلمروهای را در این کشور از راه رفرندومی ساخته از خود می کند و ماجرای میان تاجیکستان و قرقیزستان به او کمک می شود که همه سازش های مرزی بعد پاشخوری شوروی ایجاد شده را بازبینی کند. показать Западу, что смотрите, не только Украина, Россия. Вот вообще надо все пересмотреть.